به نام یاد خداوند بی نهایت مهربان، خداوندی که فرصتی دوباره بر ما داد تا دوباره ببینیم، زنده باشیم، نفس بکشیم و محبت داشته باشیم. بازم عرض خسته نباشید دارم به همه هموطنان گلم. وقت همیتان بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه هات سیت مهمان خانه‌تان هستیم. امشب هم یک ساعت مهمانی ما را پذیرا باشین که ما بازم بخشای متنوع داریم، مهمان عزیزی را با خود می داشته باشیم و در کل در کنار برنامه دلخواه خودتان لحظات خوبی را سپری کنین. مهمانی که امشب در هات سیت در کنار ما هستن، بانوی بسیار مقبول و خوش لباس و خوش قلب و فعالی که می خواهیم از صحبتشان ما هم بهره مند شویم و در ارتباط با زندگیشان کمی صحبت ها داشته باشیم، در ارتباط با کارها و فعالیت هایشان و در کل می خواهیم بیشتر شما را با خصوصیات این مهمان ما آشنا بسازیم. مهمانی که در کنار ما هست در هات سیت، بانو نوریه نصحت، رئیس مطبوعات وزارت اقتصاد همراه ما هستند. خوش آمدیم بانو نوریه و هات سیت، وقتتان بخیر باشه. سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت همکارای تکنیکی شما، تیم موفقتان و در کل بیننده های برنامه زیبای شما. شما زنده و سلامت باشین. تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت. رئیس هم تو آرام می باشن در کل یا سیاست خدا نگاه می کنه؟ فرق می کنه، یک تعدادشان آرام هستن، یک تعدادشان شوخ هستن. این از خنده تان معلوم شد دقدر آرام هم نیستی. از یاد آرام نیستم، شوخی هم میکنم ولی باز معمولا آرام است. ما اگر باز شما شوخی بکنین با ما از حالای بپرسین که خنده بکنم و جوابایی بتم که باید خنده دار باشه، خب طبیعی است، بستگی داره بر اول برنامه. بله بله دقیقاً. برون از حتی دیگه اکثریان میشناسن، قبل از اینکه شما این پوزیشن نو داشته باشین سخنگوی وزارت معارف بودین و خیلی با برنامه صبح و زندگی هم همکار بودین که ما از صحبتتون مستفید میشیدیم از اینکه در وزارت معارف چی ها میگذره، چه پلان ها داشتین. حالا دیگه پوزیشن تغییر کرده، کار تغییر کرده و فکر میکنین کدامش پرچالش تر بوده، کدامش مسئولیت بیشتر میخواد؟ تشکر. اول خوش شما بسیار لطف میکردین که ما رو دعوت میکردین و در واقع یک پل ارتباطی شده بودین بین ما و بین مردم. برنامه تون بسیار برنامه بیننده است و تلویزیون شما تلویزیونی است که بیننده های خاصی خودش هم مخاطبای خاصی خودش داره و شما من حیث یک پل که این ارتباط را به شکل بسیار خوبش تامین میکردین، واقعا بسیار خوب درخشیدین در اون زمان و واقعا راضی بودم از برنامه شما، از اینکه ما را دعوت میکردین و ما میتونستیم هم گفای دل خود با مردم شریک کنیم، مردم هم گفای دل خود با ما شریک میکردن. خب پوزیشن در واقع زیاد هم تغییر نکرده، چون اون زمان هم سخنگوی بودم و حالی هم در واقع ما هم کانال ارتباطی وزارت اقتصاد با مردم و با مخاطبین وزارت اقتصاد که همه شهروندای افغانستان میشه هست. ولی یک مقدار ساحه کاری تغییر کرده. کار در وزارت معارف پرچالش‌تر بود، طبیعی است، چون به لحاظ تشکیلاتی وزارت معارف ساحه تشکیلاتیش بسیار کلان هست، یعنی بالاتر از 300 هزار نفر تشکیل داره و یک اداره پرچالش بود. حجم کار بسیار زیاد بود، چون ما در حقیقت در هر خانه و در هر خانواده افغانستان نماینده داشتیم، یا معلم ما بود یا شاگرد بود. به نحوی همه خانواده ها در افغانستان با معارف اثر و کار داشتن و ارتباط داشتن و همه روزه به ما پیام می آمد و ما ناگزیر بودیم که رسیدگی بکنیم. کار پرچالش‌تر بود. ولی خب وزارت اقتصاد هم یک اداره هست که در قسمت تهیه پالیسی های کلان اقتصادی و سطح افغانستان و نظارت است. حتما در برنامه صبح زندگی را ما میخواهیم که شما رو با خود داشته باشیم. دیگه نمیفهمیدیم بانو نوری نصد کجا رفته بود که حالا پیدایش کردیم و حتما صحبت هایتون رو میداشته باشیم در صبح زندگی. خودتون پیشتر سوال مطرح کردیم برای ما که واقعا وظیفه وزارت اقتصاد چی است. بیاین کمی در ارتباط به وزارت اقتصاد هم بر ما و بیننده معلومات بدین که چگونه یک وزارتی هست و کارا چگونه است و چگونه صورت میگیره. میگن زیاد پیسه است، همون تو نامش رفته میگه زیاد پیسه از کل کارمندش که پیسه ساتیری میکنه. نه والا ساتری نمیکنیم ما پیسه، چون ما یک مملکتی هستیم که چالش های اقتصادی خود ما را داریم، مشکلاتی که از گذشته به ما به میراث رسیده و پا بر جا مونده. در حال حاضر مردم ما را در یک وضعیت نسبتا خوب، نه در یک وضعیت بد قرار داده. چالش های اقتصادی به سطح کل مملکت هنوز هم موجود است، ولی تلاش کل حکومت افغانستان همی است در کل که ما بتونیم زمینای اقتصادی را باز بکنیم و
بیشتر مردم به سهولت های اقتصادی دست پیدا بکنند. وزارت اقتصاد یک وزارتی است که پالیسی های اقتصادی را طرح میکنه و در کل نظارت میکنه از کارهایی که در حوزه اقتصاد در سطح افغانستان صورت میگیره. ما گزارش های نظارتی خود ما را به صورت ربوار و هم در مقاطع خاصی که هدایت از جانب مقام عالی میآید شریک میسازیم. طبیعی است که باز مقام عالی ریاست جمهوری در روشنایی گزارش های وزارت اقتصاد شریک میسازه، برنامه های کلان رو روی دست میگیرن، اگر جای خلا می باشه یا کمبودی های می باشه در قسمت خلاها اقدام صورت میگیره. خیلی جنجال داره، کار جنجالی هست. تبعیض خب هر کار جنجال های خاصی خودش را داره، اگر در مقیاس خود باشه یا در مقیاس بزرگ باشه. اگر آدم کار هم بکنه باز طبیعی است که چالش هم پیش روش میاد. اگر کار نکنین ساکت آرام باشین چالش هم ندارین. خب آل دیگه از ماشتان راضی هستین؟ در وزارت معارف میگفتن اونقدر از ماشتان راضی نبودی. در وزارت راستش از ماش خود شاید هیچ کسی راضی نبود. حالا هم راضی نیستی؟ آدم وزارت معارف ماش خوب بودی، در وزارت اقتصاد ماش خوب است. یک میلیونر خوب باید راضی باشه دیگه. میلیونر میگم یکی از جمله خانمای میلیونر شما ثبت شدین. نه خواهش میکنم. خب میلیونر نیستم، نه راستش از ماش آدم میخواد که وقتی کار میکنین زحمت میکشین، میخواین که به همو امتیازاتی که مستحقش هستین به او هم واقعا برسین. یعنی ما کم گفتم میلیونر چیزی بوده که خب در یک حدی ما ماش گرفتیم. کمی بهتر بودم ماش گرفتیم. شاید هم یک مقطعی همون نیازمندی های مرا تکافو میکرده، یک مقطع نمیکرده، ولی واقعیت برتون بگویم که قسمتی از اعظم از ماش به پس مصرف خود دفتر شد. ما گفتم بعد مصرف استایلتان میکنین زیاد. زیاد استایل میزنم. نه نه خود استایلی هست. فشن و قیمتی واقعیتش نمیده. از همکارتان که اینجا هستن و میشناسن شما را از قبلم که شما امروشان کار داشتین و همکارتان بودن، میگن بانو نوریه خیلی به استایل خود توجه میکنن. یک زمان که جوانتر بودم زیاد توجه میکردم. من در یک رسانه موشه. خدا نخواست آل خوب پیر خونه استین. آلان جوان استین. نسبت به سالای کمی پیرتر شدیم. نو جوان بودیم. نو جوان هم نمیتونم بگویم. خب اما اوائل جوانی ما بود. آوانی جوانی ما بود. همون زمان آره. چون به پرده بودم، به روی تصویر بودم، قسمت زیادی از ماش خودم میرفتم لباس میخریدم به بازار، ولی حالی او کار نمیکنم. الو هوشیار شدین میگین پیسر جمع میکنین؟ شاید هم هوشیار شدیم، شاید هم همون نیازمندی های زندگی ما تخیر کرده. یکان تو میگه اینا الو هوشیار شدی پیسر جمع میکنین؟ نه واقعا نمی دختر خانم ها اکثر اینمی عادت شان است، پیسه که پیدا میکنن دفتن میرن کالا میخرن. رویا جان ما پیسر جمع نمیکنم مالیه. هیچ میکنین؟ نمیتونم جمع بکنم. پیسه بسیار زیاد از پیشم زود میره و بسیار زیاد مصرف میشه. خب اگر نیازهای در خانواده وجود داشته باشه من کوشش میکنم اولویت به اونا قائل میشم فعلا که همون نیازمندی ها رو مرفوع بکنم، باز در قدم دومش به خودم رسیدگی میکنم. در گذشته قسمی بود که اولویت خودم بودم برای آها به خودتان اول مصرف میکردم. اول به خود مصرف میکردم. ما شکی میگرفتم اول میرفتم بازار، همون لباس و اینایی که من زیر نظر داشتم زیر چشم کرده بودم اونا رو خریداری میکردم. بعدش باز یک قسمت که میموند خانه کمک میکردم. این دیگه وزارت اقتصاد به جای که خوبتر تاثیرگذار باشه که پیسه رو جمع کنه اونقدر شما رو دیگه مصرفی آموخته کرده. قبل از وزارت اقتصاد هم تو بودیم، از ماشایی که از معارف هم گرفتیم من شاید ذخیره نکردیم و ماشا مصرف کردیم. به مو خاطر میلیونر نیستم. خیلی نفر آینده دیگه خوب فایده میکنه دیگه یا فایده کده نقص میکنه برعکس. چون من بسیار آدم پر مصرف هستم. با حدثیت همراه باشیم بیننده عزیز، وقفه بسیار کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. دوباره برگشتیم و همچنان مهمان خانه شما عزیزان هستیم. بانو نوریه نصحت مهمان ما هست امشب در هاتید و ما هم تا حدی صحبت‌های همراهشان داشتیم و کمی از کارهایشان و فعالیت‌هایشان همراهشان صحبت کردیم و برای ما و شما عزیزان معلومات دادن. بانو نصحت بیاین کمی در ارتباط به اینکه کی همراهتان بیشتر همکاری کرده و حمایتتان کرده برای ما بگوین که ما ببینیم فردی که شما را حمایت کرده کی بوده که انقدر شما پیشرفت کردین نام خدا و از موفقیتی که به دست آوردین همه قدر شما راضی هستید. دلیل موفقیت هایتا؟ دلیل موفقیت ما آنچه که دارم امروز را همش مدیون پدر بزرگوارم است. چقدر عالی. پدرم یگانه آدمی بوده که از طفولیت تا به امروز
بسیار قاطعانه پشت سر من ایستاده و به من قوت قلب بخشیده، مرا تشویق کرده، حمایت کرده. هیچ کاری نبوده که من بخوایم انجام بتم و پدرم مخالفت کرد. چقدر خوب، به خدا. و یک مسئله هست که اگر دخترها، دخترایی که مخصوصا در جامعه افغانستان بسیار با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اگر اینا در خانواده حمایت نداشته باشن، طبیعی است که باز نمیتونن پیش برن. و چه خوب است که حمایت از طرف پدر داده شود، چون به لحاظ روانی هم پسرها بیشتر با مادر اونس دارن و دخترها بیشتر با پدر اونس دارن. پدر من فوق العاده بسیار دوست داره و من هم پدر من، شاید تا سنینی که من حتی نوجوان هم بودم، من یک روزی هم نشده که از پدرم دور بوده باشم. شبها به پهلوی پدرم میخوابیدیم، روزها هم اگر پدرم در خانه می بوده، من با پدرم بودیم، و اگر پدرم به خانه نمی بوده، من حتی غذا نمی خوردیم. چقدر وابسته پدر هستین. خیلی خیر، ازدواج کردین، رفتین، چطور میکنین این وابستگی را؟ خب همین یک چالش کلان هست که من واقعا سخت هست برام که من از پدرم دور باشم. خواستگارا رو جواب میکنه تا فعلا که بله، ولی آینده را نمیشه چیزی گفت. اگه فهمیدن که دلیل اینکه بانو نصد خواستگارا رد میکردن چی بودن؟ خب تنهایی دلیل هم نبود، دلایل دیگه هم داشتیم. دلکندن از پدر، بدون شک دلکندن از پدر واقعا بسیار سخت است. باز شما که بسیار وابسته باشین به پدرتان و از زمو آوان طفولیت تا این سن و سالی که برسین، همیشه با پدر باشین و تشویق حمایت پدر را داشته باشین. یعنی من حتی با یک کار بسیار کوچکم که انجام میتم، انتظار دارم که پدرم مرا به تشویق بکنه یا نظر بده به کارم. مهمه. اگه پدرم نظر نمیده، باز من احساس میکنم به درون خودم که خب حتما ما کدام کاری نکردیم یا ما کدام آدمی نیستم که بتونم آرزوهای پدرم برآورده بکنم، چرا نظر نداد. بله، چرا که آدم به یک نفر وابسته باشه و او همیشه در کنارت باشه و او همیشه مشوره خودش را داشته، طبعا ما خودمون هم میتونیم به تنهایی هم تصمیم بگیریم. نه، خودش یک گپ کلان است. دیگه دلایل هم گفتین هست به خاطر از اینکه خواستگارا رد میکنین، او چه دلایلی هست؟ بسیار دلایل کلان نیست. خب اگان دلایلش رو بگویم. خب ما یک تجربه بدی داشتیم از ازدواج دخترها در خانواده. این یک عرف معمول است شاید در افغانستان که دخترایی که ازدواج میکنن، معمولا او چیزی که قبل از ازدواج وعده داده میشه دیگه پس از ازدواج اون نیست. بدبختانه عرف معمول هست، نمیگم که 100% حاکم از بالای همه مردم، ولی تعداد زیادی از مردم است که از این عرف پیروی میکنن. دخترها معمولا در خانه پدر آزادی های خاص خود دارن، آزادانه میتونن تحصیل بکنن، میتونن که برون یعنی وقت و وقت به درس و تحصیل خود ادامه بدن، حتی شبانه میتونن درس بخونن. درست است، ولی وقتی شما ازدواج میکنین باز محدودیت های خاصی فرا روی شما ایجاد میشه که نمیتونن مانع کارتان میشه، مانع پیشرفت ترقی تان میشه. همین است که شما ترس داشتیم، دل سرد نشدیم، یک دلهوره و یک ترس در وجود من هنوز هم حاکم است. من واقعا میترسم از اینکه باز من نتونم به مو آرزوهایی که خودم دارم برسم. امتحان کردین که شرایطتان گفته باشین و نشده حتما؟ خب طبیعی است که وقتی آمدن به خانه کسایی مراجعه کردن، خب بحثات بین یکی دیگه باز صورت میگیره، این تبادل نظر شده بین خانواده، ولی باز دیدم که نمیتونم کنار بیایم، گفتم نه، سخت شده دیگه، بخشم باید صبر بکنم تا یک آدم بدن خودم پیدا کنم که باز نشه بعدا احساس پشیمانی صورت بگیره، کاش چند سال دیگه صبر میکرد موقعیت بهتر گیر میومد. یک مسئله است که ازدواج کردن یک بحثی است که آدم تا آخر عمر میتونه که پای از او بمانه، و باز اگه آدم نتونه یک ازدواج موفق داشته باشه و به دل آدم نباشه ازدواجش، شما افزون بر این که در سایر عرصه‌های زندگی با شکست مواجه میشین، طبیعی است که به لحاظ روحی و به لحاظ عاطفی هم آدم شکست میخوره، و شکست عاطفی بسیار سخت است. من میترسم از شکست عاطفی بدون شک. فکر نمیکنم کار خیلی سختی باشه و کسی نتونه. حالا همگی توقعات چون خیلی زیاد شده، هم پسران توقع خود دارن، هم دخترها داره، و هم خواستهایشان زیاد میشه روز به روز. خب باز میگن پرسان که چند سیوی روان کنن که میپذیری؟ خیال وزارت کردین شما هم دیگه؟ امتحان نمیگیریم. امتحان نمیگیرن، فقط چند شروع تخوردن؟ امتحان نمیگیرن. آها دیگه امتحان نمیگیرن، دیگه اونو خوب است. نوریا جان، دوست دارین که مردم در مورد شما چی بگوین بیشتر؟ دوست دارم مردم در مورد ما واقعیت ها رو بگوین. چیزی که هستم
درست؟ آنچه که هستم اگر به لحاظ کاری قضاوت میکنن، به لحاظ شخصیتی قضاوت میکنن، به لحاظ همون روابط دوستی که دارم با دوستای خودم به این لحاظ قضاوت میکنن، اما واقعیت ها رو بگیم. میشه که در مورد کشورتان یک چند جمله بر ما بگوین؟ چیزی که در قلبتان هست، چیزی که در دلتان هست، چقدر کشورت، مملکت، مردمت دوست داری؟ شاید نتونم این را به زبان بیارم که من چقدر کشور من، چقدر مردم من دوست دارم. ولی یک چیزی هست که از درون مرا همیشه آزار میده. شاید مردم فکر کنه که نه، ما تظاهر میکنیم به ایگم، اما میفهمین ما در طول چند سال آخری که ما خبرنگار بودیم و مشکلاتی که در وطن ما سر مردم میگذره اینا را حس میکنم، سبب شده که موهای سرم سفید شوم و ما از درون بسیار دلخور و بسیار حساس شوم. شاید ایره نتونم به زبان اظهار بکنم و ابراز بکنم، ولی واقعا مملکت ما دوست دارم و یک تعهد دارم به این خاک و به این مردم که تا پای جان میمانم، تا آخرین لحظه، تا زمانی که زنده هستم، یک قطره خون در بدن دارم، من به این مملکت میمانم و در حد توانم به سهم خودم کار میکنم برای آبادی و برای آبادانیش. واقعا دیگه این وظیفه ما است که در کشور ما باشیم و کشور ما رو بسازیم. من فکر نمیکنم فرار راه حل باشه. 100%. 100%. در مسائل کاری بیشتر کیها را رقیب خودت میدانی؟ خانوم بوده، آقا بوده و همون رقیبای چقدر فکر کردی امروز خودت تانستی بسازی و پیشترش پیشوری اونا خودت قوی تر احساس کنی و نشان بدی برشان؟ واقعیتی است که رقیب خاص نداشتیم. یعنی ما کسی را فکر نکردیم که با ما رقیب هست، ولی بودن کسایی که ما را با خود رقیب فکر میکردن. کی بوده اما... برنامه آمده بود گفته بودن نوریه رقیب ما است؟ خب شاید گفته باشن، ولی من رقیب کسی رو با خودم رقیب نمیدانم، چون من باور به این دارم که دنیا بسیار جای کلان است. برای هر کس به دنیا یک جای مشخص وجود داره. مهم این است که شما رایتان پیدا بکنه. یعنی هیچ کس نمیتونه جای کسی رو پر بکنه. به این دلیل فکر میکنم رقابت دیگه یک بحثی است، خب باید وجود داشته باشه، ولی رقابت به شکلی نباشه که ما بخوایم جای کسی را بگیریم. نمیتونیم. برای همگی ما جای هست، باید تلاش کنیم به اوج خدا برسیم. بله، این یک گپی هست و این نصیحتی است که شما بر ما داشتین. برای خودتان چه نصیحتی دارین؟ به خودم هم همین دارم. من خودم همین دارم تطبیق کرده میرم در زندگی خودم. به خودش چه نصیحت داری؟ فردی خاص نیست که بهش نصیحت کنم. تو حالا شده که مطمئن هستین دیگه؟ مطمئن. همکارم میگم باید سقیه پرسان کنین که مطمئن. نه مطمئن هست. مطمئن هست. از چی زیاد میترسین و از چی زیاد نفرت دارین؟ از ترس. از اینکه وظیفه‌تون از دست بدین گاهی شده ترسیده باشین؟ اصلا نه. هیچ وقتی نمیترسم، چون شرایط فرصت ها زیاد است. ما فقط خدا آماده کنیم میرسیم. نمیترسم از اینکه وظیفه ما از دست بدم، چون 8 سال است که دارم کار میکنم. از یک موقف یا از یک موقعیت به موقعیت دیگه داریم و سلاحی هم پریدیم دیگه، رفتیم جاهای دیگه، فرصت های دیگه گرفتیم، یا بالا یا پایین زندگی نشه فرازهای خود شداره، هم در بود کاری هم در بود سایر مسائل زندگی. ولی ترس نباید داشته باشیم. مخالفی هستم. تنفر دارم آره، از بسیاری از چیزها. مثلا از دروغ گفتن، مثلا از فریب دادن کسی. این مسائلی است که من واقعا باش کاملا حساس هستم. و از سیاست بازی کردن بدون صداقت. سیاست بازی کردن بدون صداقت. 100%. ای که بانو نوریه نصد چقدر خودش به نظر به صحبتهایش صادق بوده در کارهایش و چقدر مردم از کارکردهای خودش راضی هستن، بعد از وقفه کوتاه جوابگو به سوال ما میباشن. برمیگردیم زود زود. دوباره برگشتیم، با شما عزیزان هستیم و شما بیننده برنامه هات سیت. مهمان عزیزم همچنان در کنار ما هست در برنامه و ما هم دیگه رسیدیم به بخش کج بشین راست بگوی برنامه و با بله نخیر مهمان عزیز ما سوال ما را جواب میتن. اینجان دیگه ما چمچگک های ما را آماده ماندیم که یک طرف بله هست، یک طرف هم نخیر. خب این بقیه دیگه پیش ما میباشه. همینجا میریم به طرف سوالات بانو نصد. درست است؟ شما با بله نخیر طرف کمره و بینده ما نشان میدید. باشه. به صورت دیگه باید جواب بشه. درست است؟ قصد ازدواج بعدی را داریم؟ ازدواج بعدی را قصد شدارین؟ بله.
بله 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 نخیر بله شما اینجا دارین با مصاحبت کردین هر دو طرف بله باز قصد ازدواج بعدی نمیگم رویا جان مکه ازدواج کنید که قصد بعدی شد صد در صد دو دفعه هم تأکید کردیم میگم بله میگیم بله بله من ندیده بودم اینی نخیر بله آزارتان دادیم نوریا جان خب پس ازدواج بعدی رو دارین؟ نخیر ما اولش هم ندارین که دومی شد داشته باشید خدا که از اون یک دانه پیر کم پیر بسازید تشکر باش که مادر کلان ما بودتو میگه زیاد بچه کم یک دانه پیر کم پیر بسازید سلامت بالای کسی عصبانی و یا قهر شدین؟ بله خب کی بوده؟ شاید زیاد بوده سر کسایی که زیر دوستان کار میکنن یا در خانه بوده بالای خواهرای کوچکتر از خودیم خب گاهی قهر شدیم بله قندوله کاره چه قلبه دیگه از این سیاست دار میترسن؟ زیاد نمیترسن ولی ها قهر شده مگه کدام کار اشتباه انجام دادن یا کدام کاری بوده که به میل خانواده نبوده یا من نبوده واقعا قهر شدیم عاشقتان شدن؟ بله خب ولی که واقعی بوده یا نبوده نمیدانم خب شک داشتین طبیعی است بسیار غیبت میکنین؟ نه خیر نه خیر حیوانات زیاد دوست دارین؟ بله کدام حیوان زیاد خوش دارین؟ دوست دارین داشته باشینش؟ میگم ولی نخندین خب موش باشن؟ نه موش بشک نیست مرغ بسیار دوست دارم دلیلش هم اگه خواستین باز میگم حتما حتما از تخم مرغش دوست دارم استفاده هم تخم مرغ دوست دارم هم گوشت مرغ گاهی با مادرم در خانه شوخی میکنم وقتی گوشت مرغ پخته میکنن باز من میگم که کاش که یعنی همه حیوانات مثل مرغ آرام میبودن که آدم اذیت نمیکنن گوشتش هم مزه‌دار است و تخمش هم سرش خار میشه میخوردینش 100% و تخمش بهترین غذا است اگه شما تنبل باشین گاهی حوصله نداشته باشین میتونین با تخم مرغ کنم یک تخم مرغ بوده که ما بخورم خب ولی مرغ بسیار دوست دارم به حیوانات آها باز گناه نداره هم دوست داری هم میخوریش این نمیدونم حلال است ولی دهی فکر نکردی فکر نکردیم اما حلال است رشوه را خوش دارین؟ رشوه را نخیر اصلا در مسائل کاری کسی را شده واسطه شده باشین؟ بله شده باشم تکیه کلام دارین؟ بله چی است تکیه کلام؟ ای وای ای وای از دلم این بسیار استفاده میکنم حتی بچه هتایی استفاده کردیم از این آهنگتان یاد گرفتین؟ شاید خب عاشق رنگ ها هستین؟ نه خیر هیچ رنگ دوست ندارین؟ هیچ رنگ خاص دوست ندارم ولی همه رنگ ها را دوست دارم چون باور من است که رنگ ها مثل فرهنگ ها زیبا است و هر کدامش برای استفاده خود یک جای و یک مکان داره به خاطر همه رنگ ها را دوست دارم و اگه متوجه شده باشین لباس های معمولا رنگ ها رنگ است یک رنگ خاص هم نبوده خب سوالی که من قرار رو بعد از وقفه بپرسم و شما جواب بدین برام او سوال هنوز جوابش من نگرفتم خواستم که اولین بخش رو به ختم برسانیم بعد شما برام تمام است یک دیگه ما پیش شما میپرسیم بعد بریم جواب او سوال قبلی ما رو میداشته باشیم به کسی شده پیام داده باشین جواب پیامتون نداده باشه بله کی بوده کدام شخص خاص بوده چه مغروری بوده که جواب شما رو نداده خب مسائل کاری بوده اگه گاهی اوقات جواب ندادن و گاهی اوقات اگه جواب هم گرفتیم شاید از زمانی اونم کار گذشته ولی مسائل شخصی نبوده آها خب اینا جواب سوال ما را بتیم با اون نصد چقدر شما در کارتان نظر به صحبتهایتان صادق هستین و چقدر از کارتان راضی هستن حتی همون همکارهایتان که در اونجا هستن بسیار کوتاه بر ما بگوین جوابشن خب رضایت باید اون خودشون جواب بتن ولی ما تلاش خود کردیم واقعیتش آنچه که در توان داشتیم همش به خرج دادیم که کار به شکل بهترش انجام شود. همی بوده دیگه صداقت شما در کار رو حتی همکارتان حتی رئیس تان از شما راضی باشه؟ صداقت همیش داشتیم در کارم بله. بابتی کدام مشکل نبوده ولی خب کار هست. در کار کمی و کاستی های موجود می باشد. طبیعی است که انتقاد شدیم و انتقاد پذیر هم است و مگر نقد شدیم. گفتیم بیشتر نقد کنیم که اصلاح شد. خیلی عالی. بریم به طرف گوشی.
موسیقی میشنوین؟ خوش دارین موسیقی؟ خوش دارم، بله. خب کمی خیلی طرفتر بشینین، ما خیلی دیگه توفیق مهمی است که براتون موسیقی تقدیم کنیم. باشه. این گوشی رو با نونست شما میگیرین و موسیقی پلی میشه در این گوشی. درست. و ما براتون بعض جملات هم میگم، شما باید بفهمین که ما چی گفتم و بیان کنیم برامون. باشه. نظر با برداشتتان از گپ های من. درست. خب گوشی رو دیگه با نونست میگیرم و گوش خود میمونم و ما میریم به طرف بعضی از گپ ها. صدای مرا دارین؟ صدای مرا دارین؟ بله. صدای مرا دارن. میشنوین حال خوب سعی؟ صدای تو نه ندارم. موسیقی ولی میشنون. ترامپت یکی از آلات موسیقی است، خبر داری؟ خب باش که ما برشان به امو اکت بگویم که شاید متوجه شون. ترامپت یکی از آلات موسیقی را چرا قبل بگویم؟ موسیقی است، موسیقی وایلونر. ترامپت یکی از آلات موسیقی است، خبر داری؟ کدام یک از آلات موسیقی است؟ ترامپت یکی از آلات موسیقی است، خبر داری؟ اول شنفا بدیم ترامپت یکی از... بگویم بقیش متوجه شده باشین. ترامپت یکی از آلات موسیقی است، خبر داری؟ هیچ نفهمیدم، برو بخش. چرا اقدر مقبول هستین؟ مقبول است؟ چرا اقدر مقبول هستین؟ چادرتان مقبول است؟ شما چرا اقدر مقبول هستین؟ نفهمیدم. دیگه شراکت جوش نمی آید. تکرار کنید. دیگه شراکت جوش نمی آید. یکم باید نقل بتین. دیگ شراکت دیگ پخته میگیریم جوش نمیه. نشد. نه. ولی از موسیقی زیاد لذت میبرن بچه نمیشن و چی بگم. خب. پول پیدا کردن آسان اما نگه داشتنش سخت. پول پیدا کردن آسان اما نگه داشتن سخت. خب بسیار عالی. گل سر چوکیششتم چی خوب کرده دربار. نفهمید. گل سر چوکیششتم چی خوب کرده دربار. نفهمستم بفهمم. گل سر چوکیششتم چی خوب میکنه دربار. گل سر چوکیششتم میکنه دربار. کشین گوشیده. بسیار عالی. تشکر. من فکر میکنم به همین بخش باید ناکام شده باشم. نه خوب بود، خیلی خوب بود. یکان جایی صدای موسیقی پخش میشه، یکان جایی باید بلند میشه، بیخی ذهن آدم مشغول میسازه نه که چی گپ شده باشه. هست و آهنگای زیبارم پلی میکردن که با ذهن من میره به همون طرف. بخش زود بگم همچنان داریم که از بانو نوری نصحت ما سوالات تو زود و سریع میپرسیم و با زود بر ما جواب بدن، اما فعلا وقفه بسیار کوتاه میگیریم. در ادامه با حادثید و بخش خیلی خوب ما را تنها نگذارید. دوباره برگشتیم با شما عزیزان هستیم و بخش زود بگویی ما فرا رسیده. من زود سوال پرسال میکنم از مهمان عزیزم، با زود دیگه بر من جواب بده. ببینیم دیگه چقدر بانو نوریه همون تو حاضر جواب است و زود میتونه یک جوابی بر ما داشته باشه. آماده هستیم بانو نسد؟ اما تو آرام گپ میزنن، اما فکر کنم در یکان گپ هم تو تیز هم شاید جواب بتنن داده دیگه. ممکن. یک سوال مثلا من مثال میتونم براتون پرسال میکنم، رنگ دل خواهیتن با زود جواب بدی. رنگ دل خواه؟ ندارم. نداری؟ اینو میتونم با زود جواب بدی. درست است؟ بینیم به طرف سوالات. نامی که در خانه صدایتان میکنن؟ نور. دندان از چی ساخته شده؟ استخوان. چرا زود به برنامه رسیدین؟ رابندان نبود. اگر بدرنگ باشیم چی کنیم که مقبول شیم؟ راهی نداره. فیشن کنیم. ما خانم اگر راهی حل داریم. زیاد تغییر نمیده چیره. چه چیزی باعث خوشیتان میشه؟ موفقیت. موفقیت. زود نبود. صدای حیوانی که خوش دارین چی رقم است؟ بیشتر مرغ گفتید. صدا شما باید بیم کنم. بغیر از مرغ دیگه کدام حیوانی را خوش ندارید؟ خرگوش هم دوست دارم ولی صدا شانه نمیتانم. خرگوش خو سایلنت است. تمثیل بکنیم. شاید.
چرا مندای بیروبار است؟ چون اجناس زیاد در اونجا باید قیمتی مناسب پیدا میشه. تا رو موی ترم میکنین چه قسم صدا میتر؟ صدا شهیز نکرده. تینگ صدا نمیتر؟ خب اگه با دستتان قطع بکنین از سرتان که میفتنه یا کنده میشه. اصل مهم شهرنشینی چیست؟ قوانین شهرنشینی باید مراد بشه. چهره کی را دارین؟ نمیدانم. من چهره کی را دارم؟ شما باش خوب سعی سعیلون رویا چهره خودیتا ندارین. خب میریم به طرف لکنت زبان. جمله رو من همروی شما شریک میسازم و شما با 10 مرتبه تست او رو برای ما بگوین. 10 بار زیاد نیست. خیره ببینیم دیگه تا 10 بار در کجا میرسه. باشه. درست است؟ ای وای که گفتید نی؟ ای وای لکنت زبان ها چقدر سخت است. روی توته توته چوب توتی نشسته، توپ آمد توتی پرید. روی توته توته چوب توتی نشسته، چوب آمد توتی پرید. توپ آمد. توپ آمد توتی پرید. تست بگوییم. روی توته توته چوب توتی نشسته، توپ آمد توتی پرید. روی توته توته چوب توتی نشسته، توپ آمد توتی پرید. روی توته توته چوب توتی نشسته، توپ آمد توتی پرید. خب. دکپک نرفته، دکپک برو، دکپکیان را سلام گفته، پس بیا از دکپک. دکپک نرفته، دکپک برو، دکپکیان را سلام گفته، پس بیا از دکپک. دیگه هم تست از بگیم. دکپک نرفته، دکپک برو، دکپکیان را سلام گفته، پس بیا از دکپک. دکپک نرفته، دکپک برو، دکپکیان را سلام گفته، پس بیا از دکپک. کافی چه بیشتر؟ 3 دوز رفتن بز دزدی، 1 دوز 1 بز دزدید، 1 دوز 2 بز دزدید. 3 بز رفتن بز دزدی، 3 بز رفتن دز دزدی، 3 دوز رفتن بز دزدی، 1 دوز 3 بز دزدید، 1 دوز 1 بز دزدید، 1 دوز 1 بز دزدید. دومین بز امی شوخی سخت بود. دوغ گازدار، گاز دوغدار. 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 شیخ شمس علی در شمس آباد رفت. شیخ شمس علی در شیخ آباد رفت. شمس آباد رفت. شیخ شمس علی در شمس آباد رفت. شیخ شمس علی در شمس آباد رفت. شیخ شمس علی در شمس آباد رفت. شش سیخ جگر، سیخ 6006. 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 آیا آسان هستی؟ نه آسان نیست. افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. اورتیش. اورتیش میشه برای افسر ارشد ارتش اتریش. ما این دکپکش گفته نمیتونم خط تکرار کنم تا یاد گرفتم. دکپک میشه. دکپک. دپکک میشه؟ دپکک میشه اگه شما زیاد سریع تکرارش بکنید. دپکک میشه. خب میریم به طرف عکس ها. تعداد زیاد از عکس ها اینجا هست با 900 و من نمی‌فهمم تصاویر از کیا هست چرا که پشت سر از این عکس ماندگی است و چه نسبت با ما داشته باشه و چه نسبت با خودتان داشته باشه ایره برای ما بگوین. مثلا این عکس من نمی‌فهمم با قاسیه خانم چه نسبت با ما داشته باشه؟ چی کاری ما شوه؟ خاله، عمه، کاکا، ماما، پدرکلان، دوست، رئیس، آشنا، همسنسی. به خودتان چی؟ شاید دوست. به شما هم دوست؟ آره. دو دوست. این نفرک دوست هر دوی ما شوه؟ احتمال دوست خوب یا دوست دور یا نیست؟ شوه یا بوده؟ شوه دیگه. خوب است. خوش بیایه. چی شناخت دارین از این شخصیت؟ استاد صاحب
یک شخصیت تاثیرگذار در حوزه سیاست افغانستان و کاریزما. آتو محمد نور همگی دوست دارم واقعا 100% و همگی احترامشان دارم. ایده کثیری از مردم افغانستان علاقمندشان است و قاطعیت و جدیتشان را می ستاین. بله واقعا. خب تصویر بعدی ما میگم این تصویری که معلوم نیست از کی است، کمی نزدیکتر می سازیم دیگه از شما را همو چی؟ همکار؟ نه دیگه کاکا هم که برش پیام داشتید پیشتر که پیام داشتید ما هم برش پیام داشتم رقیب؟ نه کس دیگه در بخش اول برنامه گفتیم سی وی خود را روان کنم خواستگار خواستگار یا نامزد؟ خواستگار اما در مرحله اول بعدش باز بیایم مرحله سی وی از منم بعدن بیای دیگه اینا رو ببینیم قبول میشی یا نمیشی بعدن بیای از مرا بیادرم باشه نه من به تشویش ساختین یک برنامه است دیگه بازی است نه از هر دوی ما را رئیس ما باشد کرزای صاحب کرزای صاحب کسی که واقعا همگی دوستش دارن و هیچ وقت فراموش نمیشن و همیشه کارهایشان قابل قدر هست برای ما و جوانان همیشه حمایت هم میکنن سیاستمداری که تانستن یک مقطع افغانستان را از بحران واقعا نجات بدن و بیرون بکنن بله و تصویر بعدی کی باشه؟ کی باشه؟ شاید عامر ما باشه کی باشه؟ عامر ما باشه خب شوه شوه از دیگالی بسا عامر ما باشه عامر شما باشه بده خب از شما از ما دوست دوست از پروژسر ما نامزادش موافق است خب اینه دیگه قصد تا گرفتی از ما دیگه نی؟ از پرودوسر ما قصد گرفتم آوازخوان عزیز ما بخیر باشین سلامت باشین بانو نزهت ما هستیم همچنان با بیننده عزیز ما بخش سوالای پنج ثانیه‌ای کاکا بابام همراه ما هستن و سوالای پنج ثانیه‌ایشان ببینیم که امشب چیا هست و چه سوالای از ما و بانو نزهت می داشته باشن اما فعلا وقفه داریم سلام بازم خوش آمدین وطنای عزیز در این بخش برنامه یک مهمان بسیار نازنین دارم با خود که رئیس صاحب مطبوعات است رئیس صاحب اقتصاد است جان بابا بابت اقتصاد ضعیف است قبل مرا بخوری چی کده بیتاری بر بابت وقت ما از اقتصاد ضعیف است بچه‌شم هر چی که امر کنین در خدمت است زنده باشی هله کوشش کو ابی رضا گل فوت کرد بچه خدا مغفرت کنه همین دیگه به سرپوش باشه گرد گیا سرش بریزه یا نبریزه رضا گل سرپوش بود خدا ببخشش همین وزارت همین کمک کنه نمیتونه کمی بکنه من را اینجای پایه که ما برد کنه خود گیا نداره خوشبال چه پیسه توی خوشحالی بود بچه گیرم پیسه توی هم بتن پیسه توی هم میخواین یا میخواین کسی رو برتون پیدا کنه نه پیسه توی هم بتن کس از پیدا نمی کنن من رو نمی گرن تا که ما به دندانم نیم پم خمام نمی گرم کسی رو دوست دارین یا نه یک کس رو دوست دارم خب خیلی در خدمت هست زنده باشی کس رو نگویی بچه به کس رو دوست دارم درست خب خوب هستی بچه شکر که خوب از این بخش تشریح میکنم یک سوالک آسان از خودت میکنم یکی از دختر رویا جان از من سوال سخت من تا پرسان نکنم آسان بازم چون من تنبل هستم نه معلوم بشم رئیس هستی رئیس آدم هستی رم خدا هوشیار بیدار فامیده از در جای پیس هستی جان بابا یکی کمی سوالم کمی گفتم جوابش بگو پیش از اینکه تک تک پنج ثانیه خلاص شود تو جواب مرام بگو این زنگ بچم درست است. فو مدت هستم. سوال اول از رویا میکنم که برای تو ساده شود. رویا جان آماده هستی جان بابا. سه دلیلی را بگید که شما چشم درد میشوید. یکی همی گرد و خاک در چشم بره. بله. یکی که لوازم آرایش اگه به چشم باشه. یکی که نظر شود چشم درد.
دام خدا چی شب که درد کنه چی میکنه؟ چی میکنه؟ بخل میکنه بخلیدو یادت را من چشم درد نمیشم شکر آماده سی بچه؟ فامی دیگه پا خوب بگه سوال هست اینا سوال هست سه مورده که باعث میشه که اوار آلوده کنه برم بگو استفاده از طلای بکیفیت استفاده از مواد دودزا مثل زغال سنگ و اینا و سوختاندن پلاستیک اون پنج سالیه را به توجه باش چند ثانیه گذشت یادم نگذشته بود میمانه ایم و پینجا ثانیه گفتم تنبل هستم دیگه سه غذایی که دوست نداری نوش جان کنی ما کدوگه که زیاد خوش ندارم شوله را خوش ندارم کچالو را زیاد خوش ندارم نه با خدا سه فرد که میخوای همراهش چکر بری پدر خواهرا دوستا نامزد و بلا هنوز نیست فکر نکردی یعنی که باشه او اول خوب هست که باشه ولی ها صد در سه و نرمند افغانستان که زیاد مشهور از بر نام شده شرافت پروانی آریانا سعید غزل نایت غزال نایت نامش حالا باز اشتباه نگیرم سه شخص مطرحی که برای خودت پیشنهاد ازدواج بده و رد نکنی یکی از سودو با کلاغ دیوار بگو برو برو اثر سه شخص نام بگیرم هنرمند باشه مقصد از یا شغلش ها بگویم شغلش ها بگم سخ نگیر که که بابا برو شغلش سیاست مدار باشه خب اول و نشد فعال حقوق مدنی باشه و خبرنگار باشه زنگ دی زیاد گرنگ بود زنگ خراب شد به او خاطر خبرنگار گرنگ بود نام سی حیوان را بگی که زیاد دشوار دیده میشه سگ زیاد دیده میشه پشک دیده میشه با سگ مرغ مرغ کدش مرغ ما نمیبینم زیاد امشب این کوچه زیادتر این چیزا سه نوع غذا کچالو پخته کرده میتونی چپس پکوره و در قورمه میتونم بندازم پیو کچالو پیوات از بین رفته هیچ کس نام شده بگیره تاریخ تیر شده سه کاره که شما را مجبور بسازه که عطر بزنید عطر زدن خودش یک سلیقه است دیگه من دلیل نمیبینم که باید یک دلیل باشه که من عطر بزنم من همیشه عطر میزنم برو مهمانی دیتر خدا و تو برو من موافق هستم امرای رویا جان ولی مناسبت ها فرق میکنه میشه که شما به مهمانی بروید میشه که به کدام برنامه بروین یا هم دیدن دوستایتون برین بخواین عطر استفاده کنین عطر نیاز است دیگه هر کس استفاده میکنه تا 50 ثانیه هم زنگ میزنم این بان ولی اگه بانه خب خیر جب بدی بکنم هم یک چیز دیگه رو برم بگو سه نو از زرزلاقی که به خیر با بی اولادا پیدا شوه بزنی قارد سرش بیای پیسیش کیسه بر زده باشه دیگه پیساب در خانه نباشه در خانه در آیه بگویه زنکه تو بگویه بگویه پیسه را کیسه بر زد سه دو از زرزلاقی چی رقم بزنیش برم اگه او قدر خواب برده باشه باز هیچ در خانه نمیمانم که نیاز به زرزلاقی هم نشه چک گفتم خب جنبندی بکنیم 105 تو 105 پنج پنج نمره بخواد از این که نمره جنرال بود ده یکان بیمارای دگاهی ما بود در پنج سالیه را در پینجا سانیه زور زده جواب میداد باز شما خلا بخدا جد بودین پنج پنج سانیه براتان فراموش نکنی غم بابی تا بخوری همونجا بچه در حساب اقتصاد بچه شم در لست بیوا بچه شم نامتا برسانه خیر حالی جگیری ها نکو برنامه است خود دلش بسوزه گیریان
اقتصاد ها بچیم بچه شم رویا جان با ما رو خدایی کن که با بای بای مامده بخیر بخیر باشی کاکا بابا میشن همیشه زنده باشی تشکر از شما پارو نصد پیامو گفتنی تا سلامت از همه مردم افغانستان میخواهیم که در شرایط فعلی در پهلوی نظام و در پهلوی حکومت بیستن و تقویت بکنن حکومت و نظام را دقیقا بخیر باشین تشکر از حضورتان برنامه خوبی بود که با شما داشتیم وقت خوش برتان میخواهیم و تشکر از شما کاکا بابا سپاس از شما از کاکا بابا نهایت عزیز و مهربان و از همه همکارای تخنیکی سلامت باشین و جان سپاس از شما هموطنان عزیزم خدا یار نگهدار همه ما و شما با برنامه بعدی تلویزیون جهانی آریانا همراه باشید.